بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب نواقض الإسلام شخص از دين پیامبر صلى الله عليه وسلم یا ثوابش یا عذابش را استهزاء یعنی مسخره نماید کافر میگردد و دلیل این فرموده او تعالی است بگو آیا به الله آیت های او و فرستاده او استهزاء دیگر عذر نخواهید پس از ایمانتون کافر گردیدید. استهزاء کننده معنا و حکم آن و حکم استهزاء کار یا دشنام دهنده این است که او کافر کفر معارضه است و آن کفر اکبر است که از دایره اسلام خارج میکند و صاحب آن همیشه در آتش جهنم است و الله پناه دهد. و اما کسی که این دشنام را میشنود بر وی واجب است که انکار کند و یا مجلس را ترک کند و مانند اوست. کسی که آن را مشاهده میکند یا به انکار آن را نقل میکند از روی فرموده الله تعالی و در کتاب بر شما نازل کرده است که چون بشنوید که به آیتهای الله کفر میورزند و آنها را برشخند میگرند با آنان منشینید تا به سخن دیگر جز آن بپردازند چرا که در این صورت شما نیز مانند آنان خواهد بود. سوره نساء آیت 140. استهزا کننده را توبه او به چند شرط قبول میشود. بر الله تعالی به سنای او شایسته آن است سنا گوید و از آنچه گفته است بیزاری جوید. بر او آثار توبه نمایان گردد و راستیش را بدانیم. اما کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشنام داد پس همان توبهش در نزد الله تعالی قبول می شود هرگاه راستگو باشد، ولی به خاطر فعلش حاکم او را می کشد. سوال: آیا هرگاه سخن احتمام دشنام را داشته باشد کافر می شود؟ آیا هرگاه سخن احتمام دشنام را داشته باشد کافر می شود؟ جواب برای او بیان کرده می شود. پس اگر توبه کند او را رها می کنیم و اگر توبه نکند امر او را به قاضی و عالمان بزرگ برداشته می شود.